ما این بار به ولایت مزار شریف آمدیم تا صدای صلح‌خواهی نسل نو و جوانان افغانستان را به سمع حکومت افغانستان، طالبان و جامعه بین المللی برسانیم. در این جای شک نیست که تا هنوز جایگاه نسل نو و جوانان افغانستان در گفتگوهای صلح برجسته نیست. ما در تلاشی هستیم تا این جایگاه را احیا کنیم و وای صدا را به هر سه طرف قضیه افغانستان، حکومت، طالبان و جامعه بین المللی در راست ایالات متحده امریکا برسانیم. با استفاده از فرصت جا دارد یک مسئله دیگر هم به بحث بگیریم. مردم افغانستان به خصوص شیعه و سنی افغانستان همیشه برادری خود را حفظ کردند. برادری این دو مذهب در افغانستان در منطقه و جهان اسلام بی پیشین است. بنابراین ما در تلاشی باید باشیم تا این وحدت حفظ شود، تقویت شود و به خاطر منافع اولیای کشور استفاده کنیم و برادری ما را حفظ کنیم. خواست ما این است تا در این گفتگوها این مورد سبب اتفاق باشد، نه اختلاف و اختناق. ما از طالبان می خواهیم در تلاشی باید باشند تا از این تفرق جلوگیری کنند و ما باید از هر دو مذهب به خاطر اولیا و مصالح افغانستان و به خاطر تامین صلح استفاده کنیم. بنابراین ما باور داریم که طالبان این کار را باید انجام بدن. مردم افغانستان این را می خواهد. طالبان و حکومت افغانستان بدون این که صدای مردم را در نظر بگیرن در گفتگوها صحبت نمیتونن داشته باشن. وقتی صحبت ها به موافقت میرسه که ما تمام مردم افغانستان در نظر داشته باشیم. اگر ما میخواییم به صلح واقعی برسیم، بنابراین ما باید از تسامح، برادری و اخوت کار بگیریم.